قاتلی که سرباز وظیفه رو با آتش کشید بخشیده شد. صبح یکی از روزهای آبان سال 95 سه مأمور کلانتری کمالشهر و همراه سرباز وظیفه برای دستگیری یک متهم فراری به خانه او رفته بودند. مأموران که حکم جلب و دستور قضایی برای ورود به خانه متهم را داشتند وقتی متوجه شدن وی در را باز نمی کند با در دست داشتن حکم قضایی از یک کلیکساک خواستن در را باز کند. اما متهم که با قرار دادن چند وسیله سنگین پشت در مانع باز شدن در شده بود وقتی متوجه شد ماموران در حال باز کردن در هستند به محض نیمه باز شدن در ناگهان ظرف بنزینی را برداشت و محتوای آن را روی سرباز وظیفه و سه مأمور کلانتری و مرد کلیدساز ریخت و با یک کرپیت همه را به آتش کشید. به گفته قاضی فلاحی رئیس شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز در این عملیات مأمور درجه دار سرباز وظیفه و مرد کلیدساز تومه حریق شده و آسیب دیدند. اما متهم که قصد داشت از طریق دیوار همسایه فرار کند با تلاش ماموران و کلانتری دستگیر شد. در این میان سرباز وظیفه که جلوتر از همه ایستاده بود بیشتر از بقیه دچار جراحت ناشی از حریق شد. مصدومان پس از این حادثه به بیمارستان انتقال یافته و تحت درمان قرار گرفتند. اما سرباز وظیفه به نام پویا 21 ساله که به شدت محسوم شده و سوخته بود پس از تحمل 4 روز رنج و درد سرانجام روی تخت بیمارستان جان باخت و به شهادت رسید. هم پس از دستگیری در حالی که مدعی بود مواد مصرف کرده و حالت عادی نداشته است بازداشت شد و پس از تکمیل تحقیقات به زندان انتقال یافت. در بررسی ها مشخص شد این مرد شرور پیش از این نیز به اتهام روابط نامشروع، درگیری، قاچاق مواد مخدر و ایجاد مزاحمت دستگیر شده و چندین بار به زندان افتاده است. وی پس از دستگیری در چندین مرحله تحت محاکمه قرار گرفت و سرانجام به اتهام قتل عمد با توجه درخواست وکلای دم به قصاص نفس محکوم شد. با تایید حکم قصاص از سوی قضات دیوان عالی کشور این متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت. انجام چند روز قبل مرد زندانی برای اجرای حکم از ندوانگاه کرج به سالن اعدام منتقل شد. دقایقی بعد نیز وقتی ترام دار به دور گردن حلقه شد از شدت ترس و نگرانی که در حالی که زبانش بند آمده بود و فقط گریه میکرد خواهان بخشش خود بود.